صحت و سلامت روان در هنگام ورود به کشور نو به سلامت خود اهمیت بدهید. هی، hey. سلام. من یک دکتر و روان درمانگر والنتینا اوروزا هستم. از طریق این ویدیو اطلاعاتی را بر سلامت جسم و روان شما تاثیر می‌گذارد آموزش می‌دهیم. و همچنین راهکارهایی را آموزش می‌بینید که بتوانید صحت روانی و سلامت خود را تقویت کنید. صحت و سلامت روان بر پایه کارهای لازمه مانند ورزش، تغذیه سالم، خواب به و روابط اجتماعی درست بنا شده است. ما می توانیم که راه های متفاوت بر صحت و سلامتی خود را که تاثیر دارد ببینیم. در اول گوش کنیم که چطور صحت و سلامت خود را تقویت کرده می تانیم. ورزش کردن و دوستان دلستر نزدیکان چیزهایی هستند که برای آنسل من, آنسل من انرژی می و و ما پیاده گردی میکنم و جیم میرم دوستای خود را تقریبا هر روز می بینم و کارهایی انجام میتم که خوش دار وقتی که به طبیعت میروم به خیالم که در یک دنیای دیگه هستم یکان وقتا طبیعت می روم که فقط صدای آواز پرندگان رو بشنوم این بر ما آرامش می و زیبایی طبیعت رو بینم من هم دوستایم فوتبال بازی می کنم من ورزش می کنم و تغذیه سالم دارم به استراحت می کنم که او هم بسیار مهم است مگر این عالی نیست که بتوانیم از صحت و سلامت خود حفاظت کنیم. حالا بیایید که همراه چیزهای آشنا شویم که بر صحت و سلامت ما تاثیر دارند. از ورزش کردن آغاز می کنیم. ورزش اثرات زیادی برای سلامتی دارد، بدن را تقویت می کند و ورزش کردن متداوم صحت روانی را هم تقویت می کند. مبتلا شدن به بیماره ها را کاهش می دهد. مثلا ورزش کردن استرس، استراب و افسردگی را کمتر می سازد و تاثیر مثبتی بر خلق خوی رفتار انسان دارد. در مرحله بعد بیایید گوش کنیم که ورزش کردن چه تاثیراتی را دارد. من خود فوتبال می کنم و در زمستان فوتسال و همچنین کروتفیست می برای ما از ورزش کردن یک احساس خوب هم جسمی هم روحی پیدا میشه یک وقت خوب برای نفس کشیدن ورزش کردن حس پر انرژی مرا حفظ میکنه واقعا که ورزش کردن کمک میکنه و من احساس ای را دارم که اگر کدام مشکل کلان داشته باشم ورزش کردن برای ما کمک میکنه و در وقت ورزش کردن میشه که همراه دوستان هم گپ زد اطمینان از دارم که ورزش نکردن حتما سر ما خواهد تاثیر ماند به احتمال زیاد زیاد خسته هستم حاصل درس خواندن و کدام کار دیگر را ندارم از ورزش کردن برای من احساس خوب پیدا میشه یک راه آسان برای شروع کردن به ورزش بیرون رفتن و پیاده سریع است شما می توانید یکی از اعضای فامیل یا یکی از دوستاتان را هم همراهتان بگیرید در ورزش کردن تداوم آن مهم است هر روز حداقل سی دقیقه ورزش کنید یکی دیگر از عوامل موثر بر تندرستی و سلامتی خواب مناسب است یک فرد بالغ و کلان سال باید حدوداً هفت ساعت در شبانه روز بخوابد خواب به اندازه برای هر شخص توانایی این را میدهد که وظایف روزانه خود را بتواند پیش ببرد استرس و تغییرات عمده در زندگی باعث اختلال در خواب می شود. شما می توانید با ورزش کردن در طول روز بر خواب خود تاثیر بگذارید شبها از نوشیدنی های انرژی دهنده مانند قهوه، چای یا نوشیدنی های انرژیزا پرهیز کنید. همچنین باید از چیزهایی که در شب فکر شما را تحریک می کند، مثلا شنیدن خبرها نیز پرهیز کنید. مشکلات طولانی مدت در خوابیدن باعث تحریک و اختلال در خلق خو، حافظه و تمرکز انسان می شود. بیخوابی همچنین می تواند باعث مشکلات های جسمی هم شوند. بنابراین اگر مشکل بیخوابی دارید حتما درخواست کمک کنید. روابط اجتماعی هم یکی از عوامل در صحت و سلامت انسان است. از وجود یک فرد دیگر می شود که کمک و شادی زیادی را دریافت کرد. صحبت کردن در مورد موضوعات متفاوت، انجام کارها با هم، صرفن حضور یک فرد دیگر استرس را کاهش می دهد. رابطه درست اجتماعی به خصوص در شرایط که شخص در شرایط سخت و بحرانی است بسیار مهم است. وقتی که مشکلات زیاد داشته باشم، همیشه به طرف فامیل، اقوام و دوستان و نزدیکان خود چرخ می‌خورم. خورم. همراه دوستاختار خود گب میزنم. زنم. سر اعتماد دارم او برای زندگی ما کمک بوده. همراه نفر بعد گب زد. کل چیز را در دل خود نمیشه که حبس کرد. خوب است به این فکر کنید که چه افرادی برای شما مهم هستند. شادی ها و غم هایتان را به چه کسی می توانید بگویید. شاید هم که بخواهید دوستان نو در زندگی خود پیدا کنید. خوشی ها و لذت های خرد زندگی هم شما را تقویت می کند. این مهم است که هر روز کاری را که برای شما خوشایند است انجام دهید. من یک شخص هستم که می از زندگی لذت ببرد. من چیزهای زیادی در زندگی دارم که برای من احساس خوشی میدن من غذا و فیلم سعی کردن رو خوش دارم من خوش دارم که غذا جر کنم و بخورم اما که کار کردن هم برای من احساس خوب میدن و فامیل کلان دارم وقتی که خواهر برادر زاده هایم خانه ما مهمان می شوند خوشی اینقدر قدر زیاد است که وصف کرده نمی شون. همه چیز چیزای خوب است خرد است که شما را شاد می سازد پس برای انجام دادن کار مورد علاقه خودتان که خوش دارید لازم نیست کدام کار کلان انجام دهید. همراه هم دیگر وقت گذراندن در خانه شادی و خوشی را بر مقام می آورد. به عنوان مثال غذا درست کردن، خانه خوش احساس خوب را برای شما ایجاد می کند. و همچنین ریتم را به زندگی روزمره می آورد. یک وقتا شما می توانید که فقط راحت باشید و با استراحت کنید. استراحت کردن خود بخش مهمی از بخش مهمی برای نگهداری از صحت و سلامت روان از خود است. آرامش و استراحت کردن به روح و روان جسم انسان اجازه میدهد تا از فشار استرس بیرون آیند و خلاص شوند. یکی از راه های عالی برای رسیدن به آرامش رفتن به طبیعت است. طبیعت باعث است کاهش استرس و بهتر شدن تندرستی می شود. حتی می تواند خواب را بهتر کند. امتحان کنید. شما باید که به بدن فکر، بدن خود فکر کنید و ارزش قائل شوید. دلایل زیادی وجود دارد که صحت خود را درست نگاه کنید. شما می توانید فکر کنید چه چیزی در زندگی شما مهم است. این موارد مهم را شما را تشویق می کند که از صحت خود مراقبت کنید. هر کدام از ما حق داریم که صحت خوب داشته باشیم و این وظیفه را داریم که از خودمان مراقبت کنیم. همراه همین بدنی که داروم ما زندگی میکنم درس میخوانم کار میکنم و دوستای خود را بینم و فکر میکنم که من مسئول از این هستم که در چه شرایطی بدن من از نظر جسمی و روانی قرار دارد وقتی که صحتم خوب باشد همو وقت است که پدر خوبی بودم میتانم. بسیار مهم است که من خود صحیح نگاه کنم از خاطر از که زندگی مقبول است زندگی مقبول است بنابراین ما میتوانیم هر روز به طریق مختلف و سلامت و رفای خود تاثیر بگذاریم یک رژیم غذایی خوب نیز بخش مهمی از تندرستی بنابراین بر ویدیو های مربوط به تغذیه سالم را نگاه کنید و همچنین ویدیو های دیگر ما را در رابطه با روان سلامتی و سازگاری با فلند هست را تماشا کنید تشکر و دوباره شما را می بینمتان.